دیگه که مطرح میشه بر این هستش که در حال حاضر یکایک بر حال وزارت خونه ها در اختیار چه افرادی قرار گرفته شده. خود لیبرمن که بحث از پاکیزگی دست خود میکنه و اینی که با فساد میخوان همینطور لپید میخوان مقابله بکنن، معلوم نیست چگونه 21 میلیون دلار در حساب بانکی دختر او یافت شده و میلیون ها دلار از حساب های ناشناخته که با وجود که 10 سال زیر بازجوییشون بودن و خاموشی اختیار کردن و سکوت اختیار کردن و پرونده ایشون رو آمدن از ما بهترون بستند، به چگونه این فرد میتونه در صدر وزارت دارایی و کمیته توزیع بر حال پولهای وزارت دارایی که از طریق کنست میاد و بازرسی میشه که پولها به چه گروهها و چه احزاب و چه نهادهایی برسه در اختیار گرفته و در دست آنها نیز هست. بحث دوم اینه که در حال حاضر وزارت حمل و نقل رو راه و ترابری رو در اختیار خانم فردی که در صدر حزب کارگر هست، میراف میخائیلی که نوه دکتر کاستنر هست که بحث جداگانه‌ای درباره دکتر کاستنر خواهیم داشت، قرار گرفته و چندین پروژه به ویژه در سالهای اخیر در جودا و سامریا برای یعنی پیش برد این ترانسپورتیشن و پیش برد ساماندهی و پیش برد رسیدن به این آبادی نشین ها که بیاد ده های عربی فلسطینی که سنگ پرتاب می کنند و کوکتل مولوتوف پرت می کنند رو بیاد دور بزنه، توسعه جاده ها، احداث جاده ها کنار گذاشته خواهد شد و با وزیری که روی کار میاد که برای هرچی باشه حالا بگیم حزب کارگری که 40 رای داشت الان 7 رای 6 7 رای بیشتر نداره و از اون آنچه که داشته قدرتی که داشته نه فقط که کاهش یافته بلکه از نظر ایدئولوژیک نیز آن سوسیال دموکراتی که قبلا بوده الان به یک حزب چپ میانه از یک چپ پسا زاینیست رسیده که در بین اون نیو مارکسیستا و کمونیست ها یافت میشن که خواهان بهزیستی دیگران هستن و حتی آنچه که مربوط به دیگر باشان را نیز هست رو از روی دموکراسی اسرائیل حاضر باشن قبول بکنن. از این رو به نظر میرسه که یکی از شرایطی که منصور عباس در این قرارداد و قسمت‌های محرمانه آن گفته شده توقف عملیات پلیس علیه جمعیت عرب فلسطینی در شهرهایی که مختلط بوده و درگیر بودند و کنیسه ها رو به آتش کشیدند و همینطور در دوره جنگ 11 روزه با حماس که قلب یکایک که کشورها شهرهای اسرائیلی رو زیر موشک پرانی و راکت قرار داده بودند، همینطور نیز نه فقط که آنان رو که درگیر بودند رو به سزای اعمال خودشون نرسونند بلکه شهرهای مختلف آنچه که سوزانیدند از برحال مدارس، کنیسه ها، سمبول ها، پرچم آتش زدن، چراغ راهنمایی رو و از طریق اغتشاشگرایان منهدم کردن، جاده ها رو آمدن و بنبست ایجاد کردن و سنگ پرتاب کردن و کوکتل مولوتوف پرتاب کردن و یهودیان رو به خاطر یهودی بودن خودشون کشتن و یاد پوگروم هایی که در 1921 26 و 1929 و 36 با همکاری
اس اس و حاج منان حسینی مفتی اورشلیم بوده با کمک آلمان نازی و هیتلری است که عکس او نیز الان یافت میشه و در اختیار گذاشتن 70,000 بر حال جنگجو و پیکارجویی که در کنار هیتلر برای گفته میشه راه حل نهایی که بر ضد یهودیان اعمال شده بوده رو بیاد اعمال بکنه. همینطور که بحث بر این هستش که تا چند از اسلامگرایانی که حافظ منافع هیتلر در خاورمیانه بوده و هستند، تا چند از آن یهودی ستیزی در حال حاضر اسرائیل ستیزی اسلامیزه شده، چگونه این یهودی ستیزی تبدیل به یک فاشیزم مذهبی یهودی ستیز شده که در حال حاضر نه فقط خاورمیانه رو در بر میگیره، بلکه تحت تاثیر گذاشته خود پارلمان اسرائیل و همینطور سنا و کنگره آمریکا رو بر روی کار آمدن افراد سوسیالیست افراطی و نیو مارکسیستای افراطی که میتونه آینده روابط اسرائیل و آمریکا رو به گونه خدشه‌دار بکنه.